کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت رودویم. با درود و سلام خدمت همه شما هموطنان نازنینمان در گوشه و کنار این دنیای بزرگ، پیرگدای خراسانی هستیم که به اتفاق اعضای تیم دائمیمون، یعنی اختر عیالمون، محمدی تخم ترکمون یا نایبه بر حقمون، علی اکبر دوست ما یا به قول خودش نوچه ما و موسیو جان هموطن کاناداییمون از کشور کانادا و مدینه منوره مونتریال، شهر زیبای مونتریال، در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحال و خوشوقت که یک بار دیگه میتونیم با شما هموطنان نازنینمون ناگفتنی ها رو بگیم در برنامه ناگفتنی ها. این هفته هم طبق معمول هفهاتی هم براتون ناگفتنی بسیار داریم و هم اخبار. اول اجازه بدید اینجا راجع به این کلمه ای که به کار بردیم توضیح بدیم. گفتیم هفهاتی بر وزن سنواتی. دیدید که معمولا در این آگهی ها میبینید مثلا مینویسن که امسال هم طبق معمول سنواتی، فرض کنید مراسم عزاداری در انجمن شیعیان مثلا بورکینافاسویی مقیم مثلا قم مراسمی برگزاره. ما اومدیم این هفهاتی رو به جای سنواتی گذاشتیم، چون برنامه ما که سالیانه نیست که، هفتگیه. از طرفی ما معمولا کلمه گاهی میسازیم. دیدید این فرهیخته ها بسیار کلماتی میسازن، منطقه اونا کلمات فارسی رو جای کلمات عربی میذارن. ما که میدونید هیچمون به چیچی آدم نمیره، ما کلمات عربی رو جایگزین فارسی میکنیم، چون هرچی باشه میدونید در بهشت، یکی از بزرگان میگفت چند هفته قبل، زبان رسمی عربیه، هیچ زبان دیگه قابل قبول نیست. بنابراین این هفهاتی رو جای سنواتی گذاشتن. این ساختن کلمه هم که خیلی کلمات ساختیم، مثلا اولین بار ما کسی بودیم که کلمه نعشریه رو به جای نشریه برای بعضی این روزینامه های فارسی زبان داخل و خارج کشور به کار بردیم. البته بعدم خب این کلماتی که ما ساختیم یا شعرهای طنزی که گاهی مرتکب شدیم معمولا رفقا به کار میبرن و هیچ واقعا مرقص رو بیان نمی کنن. حالا مهم نیست زیاد. یه دوستی داریم، این یه پسرکی داره که بزرگ شده و متولد کاناداست و این طفلک خب زبان فارسی زیاد نمیدونه، ولی خب فرانسه انگلیسی خیلی خوب صحبت میکنه. این میمر زحمت میکشید، عاشق فوتبال هم هست، یه تحلیلی رو فوتبال ها میکرد میذاشت رو اینترنت، بر فردا میدید یکی رفته اینو عینشو برداشته به اسم خودش یه جای دیگه گذاشته. بعد اون دوست ما در دل میکرد، گفتم برادر به این پسرت بگو اینا یه عادات فرهنگی ماست، یاد ناراحت نباشه. معمولا سرقت مطالب دیگران، اشعار دیگران، این باب بوده. یه بارم ما در یه جایی راجع به همین کاری که این نشریات میکنن، معمولا نشریاتی که باز کنید میبینید تیکه تیکه از اینترنت و این برونور میکنن، اونجا میتسبونن میشه یه نشریه. یه بارم توی شعر بلندی که حالا جای گفتنش نیست در یه بیتش گفته بودیم مطلبی اینترنتی چاپیده این کان یکی سرقت نموده پارسال. بگذاریم. کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن حتما در جریان هستن که در هفته گذشته یه اشکالی بین برنامه ما پیش اومد، یک تکنیکال پرابلم، و برای چند دقیقه برنامه ما قطع شد که بعدم خوشبختانه با لطف آقای بهبهانی دوست خوبمون دوباره برنامه وصل شد و ادامه پیدا کرد. شکر خدا. ما حیرون بودیم که این داستان چی بود، چرا این برنامه ما قطع شد. بعد خیلی فکر کردیم، به نتیجه نرسیدیم، با اختر مشورت کردیم، بعد اون پیدا کرد دلیلش رو.
گفتش که این چشمه، غافل از چشم این حسودا نشد. گفتیم که چشم؟ آره، مردم حسودن، چشمشون شور چشم کردن. گفتم البته واضحه، ما چون خیلی خوشگل و قد بلند و عرض می شود که موهای سیاه چشم ابروی مشکی و اینا، و خب نه چشامون تابه تاس، نه شکممون بزرگ خیلی خوشتی پیم. گفت نه، کردیت نده به خودت، همیشه ما هر حرفی میزنیم تو فوری نقد میکنیم این ویدیوت. گفت پس چی؟ گفت کامپیوترتو چشم کردن. آنو کامپیوتر که چشم نمی کنن، کامپیوتر ساخت کفاره، گرچه مقدماتش در فیزیه طرح شده. خب اینه تو میدونی تمام این محصولاتی که امروز علم در خدمت بشریت گذاشتی، اینا اصلش از فیزیه میاد، منتها اینا تقلید میکنن. گفت نه، 100% چشم کردن. بعد انصافاً یکی از معدود دفعاتی بود که بالاخره با هم توافق کردیم، یعنی اون قبول کرد که هم کامپیوتر رو چشم کردن هم ما رو. راهش هم که بلده، رفت دو تا نظر بربونی آورد، یک شمی با یه سنجوفتی اینجا زده سر شونه ما، یک شم آویزون کرده به این موش کامپیوترمون که دیگه نظر نخوریم ما. البته یه دعای ضد نظر خوردن، ضد زخم، چشم زخمم یه زمانی در زمان شاه شهید 100 تومن تو ایران به یه آقا سیدی داده بود، گرفته بود، میخواست اونم بره بیاره به بازوی ما ببنده. گفتیم نه نه، ضایعات به اون شدت نیست که نیاز به کمک اون دعا باشه، تا همین حد کافیه. و فکر نمی کنیم که با این اقدامات امنیتی که تو کردی افتاد جان اشکالی این رفعه پیش بیاد، و امیدواریم که پیش هم نیاد. امروز غیر از اون برنامه معمول که عرض می شود معمولا ناگفتنی ها هست و یه مقدارم بعد اخبار براتون داریم، می خواهیم با این همشهری های هموطن خودمون در مدینه منوره مونتریال، همینایی که در شهر خودمون زندگی میکنن، یک صحبتی داشته باشیم. البته نه اینکه فقط خاص اهالی مونتریال باشه، شاید حالا وقتی مطرح کنیم میبینید به درد همه هموطنا شاید بخوره، و این به این ترتیبه که اول توضیح بدیم این به درد عده خاصی از هموطنامون میخوره. ما هموطنها را به 3 قسمت تقسیم میکنیم، حالا توضیح میدیم، و یک قسمت از این هموطنان این مطالب ما به دردشون میخوره. اون 2 قسمتی که به دردشون نمیخوره یا براشون شاید مهم نباشه، یکی اون کسانی هستن که قبل از وقایع 57 همچین که دیدن داره اساس سلطنت یه تکونایی میخوره، فوری اون خونه ها و ملک و املاک و ماشین و اینا رو تبدیل کردن به دلارای 7 تومانی و زدن همون موقع بیرون به هوایی که ما مریضیم مرخصی میریم اینا، علازت رو تنها گذاشتن اومدن و امروز هم در ساحل اقیانوس اطلس و آرام شکر خدا زندگی میکنن. اینجا هم پرش و لامبرگینی سوار میشن، ویلا دارن و باغ و تشکیلات. با اونا نه، اونا کاری ندارن. یه دم این کسانی که در سنوات اخیر ایران رو ترک کردن، و اینا هم خب از این پولای میلیاردی و میلیونی مال اون ملت رو، حالا البته خب مال بیت المال بوده، ولی اینا هم حق خودشون رو برداشتن، مثل آقای خاوری که اومد اینجا یه خونه چند میلیونی رو با 1 دلار فروخته به دخترش و الان معلوم نیست کجاست. با اونا هم نیستیم، با این گروه دوم. ما صحبتمون با اون گروه از هموطنان هست، همون لات و لوتا در حقیقت، مثل خودمون دیگه، یعنی کسانی که یه مدت بعد از انقلاب باشکوهمند اسلامی اونجا به امید اینکه اون مملکت درست خواهد شد، یه خودم شاید همون داستان آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، واستادیم اونجا که شاید به مقام انسانیت برسیم، بعد دیدیم نمیشه، زدیم بیرون. روی سخن ما با این گروه از هموطنان هست، اونایی که فرش و قالیچه و یخچال و تلویزیون رو فروختن و گردنش چند هزار دلار هم کب از 150 تومن و 200 تومن شروع شد، خریدن بیچاره ها، اومدن تا حالا که 3-4 هزار تومنه، کاری نداریم.
توصیه ما و توضیح ما برای این گروه از هموطنامون اینه. حالا مثال براتون میزنم. فرض کنید شما بعد از مدت ها دوندگی و این برونور، حالا یا ویزا گرفتید یا با بدون ویزا زدید بیرون از اون مملکت، اومدید و چند تا کشور رو زیر پا گذاشتید و بالاخره رسیدید مثلا به مونتریال. میگم ممکنه در شهرهای دیگر دنیا از غرب و شرق و قطب شمال و جنوب هم باز همین داستان باشه، ولی ما چون اطلاعاتمون فقط راجع به مونتریال و همین دورور خودمونه راجع به اینا صحبت. شما وارد میشید و با عیال و بچه ها و خوب و خوش و فرودگاه به اومدید تو کشور کانادا، دیگه مصیبت ها تموم شد، انشالله دیگه زندگی خوب خواهیم داشت. خب یه دم فامیل و دوست داشتان دلتر و قبل از شما اومدن اینجا خونه زندگی دارن، میان فرودگاه شما رو میبرن و براتون مهمونی میدن و تعارفتون میکنن و چند تا دیگه دوست دارم دعوت میکنن و شب مجلسی میگیرن و به افتخار ورود مثلا حسن آقا و تیمش دوستامون. شما تو اون مجلس هم میشینید، سفره دلتون رو باز میکنید، احیانا یکی دو تا اونجا هستن که کار کشته ترن، قبلا اومدن این روش ها رو بلدن، با شما نزدیک میشن، به خصوص اگر که تشنه هم باشید که میدونم هستید، نه اینکه خب اونجا مسکرات زیاده در جمهوری اسلامی، ولی اینجا دیگه با خیال راحت میشینید، دو تا گلاس هم با این فامیلا و دوستا میزنین، بعد دیگه خیالتون راحته که پاستال ماستال نمیاد در خونه رو بزنه با دستمند ببرتتون. ضمن صحبت اون ابن الوقتی که اونجا نشسته از شما میپرسه خب چه میکنی، چه نقشه ای داری، چی کار میکنی؟ شما که حالا اون گلاس ها رو زدید و شنگول از اومده به کانادا، سفره دل رو باز میکنی که آره اومدیم، یه خب پولمون چی داری؟ میگه مثلا یه 3000 دلار هم زندگی رو کردیم، با دلار 3000 تومن آوردیم اینجا. حالا پوله کجاست؟ میگه پوله گذاشتیم بانک. بانک؟ من کسی پوله بانک میذاره؟ نه گذاشتیم که شاید یه کاری باهاش شروع کنیم. که ما بانک چند درصد به سود میده؟ شما میگین مثلا 3%. ما 3% که سود نیست که، یه مؤسسه ای ما اینجا داریم، این ما البته کارهای بیزینسی تجاری میکنیم با بورکینا فاسو و ساحل آج و استرالیا و اینجا جنس میخریم و میفروشیم، واردات صادرات داریم. این شما این سرمایه رو در اختیار ما بذار، ما 40% به سود میدیم در ما. 40%؟ آره بابا، این شما هم تازه اومدی وارد نیست، شما هم خام میشید، پوله رو عبای میدید، میگیرید میدید به این آقا، حالا یا به اون سازمان مربوطه، برم حساب کتاب میکنید 40%، ما این 5-6 دلار به ما میدن، یکی دو ماه هم میدن البته اون پولو بهتون، یکی دو ماه هم اون 5-6 دلار رو میدن و شما خوش و خندان میرید برای عیالتون لباس نو میخرید، برای برای اون یه درآمد هست دیگه، حالا یه پول نفت هم ممکنه دولت کانادا بده، خب اونم کمکش اینم هست رو آقا 4-5 ماه از این داستان میگذره، یه ماه میبینید طرف غیب شد، پولو برداشته و در رفته. داری ما مورد داشتیم در اینجا بارها و بارها. این گرگا به کمین نشستن که جیب شما رو بزنن. آی تازه واردایی به مونتریال، بر جای دیگه دنیا، مواظب این گرگای نوع اول باشید. یه نوع البته ها بگم تو دوست و فامیل ممکنه آدم خوبه که واقعا صدیق هم باشه، بخواد باهاتون هم بیزینس کنه هست، ما نمیگیم که همه اینجوری هن، کمی هم ممکنه اینجوری توشون باشه. گروه دوم گرگ ها یه گرگ های دیگه هستن که مثلا شما نیاز دارید ماشین بخرید، البته این گرگ ها همه نوعش هست، نمیگم فقط ایرونی، کاناداییش هست، یونانیش هست، همه نوعش. توی روزنامه میخونید که کمپانی ایکس ماشین 2000 و مثلا 14 رو حراج کرده 12999. شما یه حساب کتاب میکنید ماشین فلان ایکس در ایران چند میدین تومن میشه، اینجا هم 12000 خورده ای که چیزی نیست، بلند میشید میرید اون شرکت رو از را که وارد میشید یا آقای رو میفرستن شما رو تحویل میگیره و قهوه میگه براتون میاره و میشینید و بعد میگید بله چه خدمتی، what can I do for you؟ بله ما ماشینی که شما آگهی کردید، بله 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 این ماشین و
بله بسیار که میبود، مارک معروف، ماشین خوبیه. خب چجوریه شرایطش؟ بله 12999 هست، یه ما هم تحویل میدیم و شما نقد میخواییم بدیم که اگه بشه قسطی هم بدیم قسطی. آها بسیار خوب. خب چیا میخواییم رو ماشین؟ شما میگیم چیا باید بخوام؟ یا مثلا شما ضبط صوت هم میخواییم رو ماشین؟ خب بعد میساره گاهی یه نواری یا سی دی یا بذاریم و گوش بدیم. یه اون البته $1,500 بیشتر میشه، اونجا میشه $1,500 بیشتر. بعد میگه ببخشید شما ایر کاندیشن هم میخواین، کولر هم میخواین؟ آقا ایرانی که چرا نخواد، میخواد ماشینش کامل باشه. اون هم چیزی نیست، $3,000 میشه، $3,000 هم اینجا اضافه. خب ببخشید شما میخواید شیشه هاش دستی باشه یا برقی؟ نه کلاس ما که به شیشه دستی که مال عهد بوغه، برقی اونم $2,500 میشه. پرس آخرم که شما میخواید قسطی بخرید یه چند در... خیلی اینترست های شرکت ما خیلی کمه و همونجا یه اینترستی هم اضافه میشه. خلاصه شما رفتید که $13,000 بدید ماشین بخرید، $40,000 تا اینجا رفتید زیر بار قرض. بعد البته گارانتی داره، گارانتیش هم برای 2 سال نمیدونم بامپر تو بامپره، یعنی از 10 تا 10 بعد 2 سال یه چیزایش دیگه جز گارانتی نیست. اینا رو دقت کنید. اینم نوع دوم گرگ ها که بعضی آقایون هستن در حول و حوش شما و میخوان جیبتون رو خالی کنن. یا مثلا اگر میخواید ماشین دست دوم بخرید، اولا میدونید میگم همین صنف کار دیلر میگن اینجا بهش، یا فروشندگان ماشین، یا ایران هم اسمش یه خود فرق میکنند، میگفتن دلال ماشین. اینا آدم های بسیار خوب، بسیار سالم، پیدا میشه، حرفی اصلا درش نیست. ولی بعضی هاشون هم اینطوری هم گاهی مثلا یه ماشین دست دوم میخرن، میخوان خدمتی بهتون البته بکنن، اون کیلومتره رو یه جوری یه انگشتی بهش میرسونن، یه دست برای میگم برای اینکه شما چشمتون یهو نخوره 200,000 کیلومتر این ماشین کار کرده، یه کمی رستگاریش میکنن، میکننش 70-80 تا. برای میدونید تمامی تقریبا شاید یا به جرات بگیم 95% این ماشین های دست دوم معمولا زیر پای خانم دکتری بوده، صبح باش میرفته مطب، شب میمده. شما این ماشین ها رو میخرید، حالا میکنید که چی ماشین فول اوتومات رو قریبی $5,000. این ایران اگه بود چی بود، چه چشمی از همسایه ها و فامیل در میابرد. ولی خب بعد از سر 2 ماه بعد مصیبتاتون شروع میشه. یه روز باتریش تموم میشه، یه روز آلترناتورش خراب میشه. اینا رو هم عباس عبتی میگم کاسبای بسیار همون مصداق الکاسب و حبیب الله زیاد داریم. اینا یه نوع یه قشت کوچیکشون، این هم یه نوع گرگ. اما اون نوع سوم گرگ که بیشتر منظور ما امشب به اون گرگای نوع سومه. حالا گرگای نوع اول و دوم مایه تو 100,000 تا و فرض کنید که 5,000-6,000 تا و 30,000-40,000 تا هست. این گرگ نوع سوم خیلی خیلی گرگ قوی هیکل با دندونای تیز و چنگالای تیزه. این گرگ رو مواظب باشید. حالا براتون توضیح میدم. فرض کنید یه ماره ننه بابا گدایی توی دهات مثلا یونان یا دهات ایتالیا یا یه کشوری هر نوع ایرانیش هم هست البته، بلند میشه میاد کانادا، میاد کانادا و این ور اون ور. معمولا ما ایرانی ها اینجا به کار خودمون مشغول نیستیم. ما دکتر میشناسیم که نمیدونم مأمور بهداشته، مهندس میشناسیم که پیزا دلیوری میکنه، جناب سرهنگ میشناسیم که ناچار تفلک تاکسی برونه. اینا هم هست دیگه اینجا، میدونم تقریبا کسی به معدود ایرانی ها یا ملت های دیگه به کار اصلیشون مشغولن. برحال این مومن میاد اینجا و یه مدت میچرخه و پول نفتی میگیره، احیانا ماهی چند دلار یه خود از اون کنار میذاره، یه خودم کار زیر میزی میکنه و از اونجا پول کنار میذاره و بعد 1-2 سال که یه خود شکمش
پیه و ورد به قول معروف ازش خوب شد، دردم خوب مثلا تو رستوران کار کرد و بعضی چم و خما رو یاد گرفت، فکر میکنه خودش یاد رستوران بزنه. میاد و توی سلاخی رو توی یه خیابونی میگیره و اجاره میکنه و یه سری لوازم یخچال و اجاق و نمیدونم از این دارون ماتروبه و اینا میخره اونجا میذاره و دستی رنگم شبا خوده همه اهل قبیلش رو میاره رنگ میکنن تمیز میکنن، مثلا اسمشو میذاره خرچنگ پیتزا یا فرض کنید روت ایل همبرگر یا کافه سوسک مثلا. حالا اینجا چون مواد غذایی خیلی طالب داره، معمولا این کانادایی هم یه خوبه تنبل و شلختن، بیشتر ترجیح میدن غذای بیرون بخورن. آقا خرچنگ پیتزا رو راه میندازه و هر کدر هم همه رو میاره و یکیشون دلیوری میکنه و یکیشون غذا میپزه و یکیشون تمیز میکنه و یه یکی دو سال این خرچنگ پیتزا رو میچرخونن و کم کم یه سری از این کاغذ ها پمپلیتان تو شهر پخش میکنن و بعضشون بهتر میشه، به فکر میفتن دومین شوهر رو بزنن. طرف میره چهار تا خیابون بالاتر یه دونه دیگه از همین مغازه ها شروع میکنه به درست کردن و تابلوی خرچنگ پیتزا بود، دوباره همونجا این توسعهش میده و یه سال دیگه سومی رو میزنه. حالا چی فکر میکنه؟ یعنی آن دیگه ما یه کمپانی بزرگ شدیم، باید فرانشایز بفروشیم. شما هم از ایران اومدید دنبال کار میگردید، برای ایرانی هم رفتن کار کردن تو رستوران یا عرض میشود ظرف شستن اینا سخته. خب همه ما یا دکتر بودیم یا مهندس را تیمسار سرنش کرد. این بابا همین خرچنگیه، آقای خرچنگ، صاحب خرچنگ پیتزا، حالا که شده باس بزرگ و رستوران ها یکی شده دوتا و دوتا شده ستا، یک آگهی بزرگ تو این روزنامه های محلی میده که میخواهید آقای خود باشید، نوکر خود باشید، دیگر برای هیچ کس کار نکنید. خرچنگ پیتزا شعبه خودش را میفروشد. شما هم بلند میشید چه بهتر، بریم ببینیم این خرچنگ پیتزا رو بخریم، ما هم خوشبخت بشیم. بلند میشید میرید و حالا یه 30,000 دلاری هم منفر شد، تشکیلات رو فروختید با خودتون آوردید. اینا چی کار میکنن؟ این آقای خرچنگ، خرچنگ پیتزا، صاحب خرچنگ پیتزا، از یه 7-8 ماهی 3-4 ماهی قبل از اینکه اون شعبه مخصوص رو فرو کنن، یعنی ببخشید بفروشن، منظور فروش کنن منظورمونه، میاد چی کار میکنن؟ یهو هفتهی 50-60,000 تا از این کاغذ ها چاپ میکنن، میریزن در خونه مردم. این رستوران شلوغ، البته اون گرونه ها، یهو اون هفتهی 2,000-3,000 دلار خرجشه، شلوغ میشه و اینا شما آماده میرید برای خریدش. میگم بله، مغازه هست، هفته 20,000 دلار 25,000 دلار هم فروششه. بله، شما میرید و دفترها رو بررسی، حالا خیلی اگه زرنگ باشید میبینید مردم میان میخرن، راننده ها تون تون دارن پیتزا رستوران میبرن بیرون، فروش ها رو نگاه میکنید، هفته 25,000 دلار یه حساب سرانگشته میذارن جلوتون، آقا هفته 25,000 دلار فروش اینجاست، تمام خرجش 15,000 دلاره، یعنی هفته 10 تا تو جیبت میمونه. شما خوشحال، چه بهتر از این؟ خب چند آقا این شعبه دوم یا سوم خرچنگ پیتزا؟ مفت 250,000 دلار. آقا چرا؟ حساب میکنید میبینید تمام این لوازمی که اکثر هم لوازم دست دومه تو این مغازه هست بیشتر از 30,000-40,000 دلار نیست. چجوریه که میگی آقا 250؟ آقا تو میدونی خرچنگ پیتزا یک کمپانی بین المللی داره تبدیل میشه؟ به همین روزا ما در آمریکا و آسیا و شرق دور و غرب نزدیکم شعبه خواهیم داشت. خب بقیهش پول اسلمونه دیگه، امتیاز خرچنگ پیتزاست. شما هم خام میشید و بعد بگید من آقا ببخشید ندارم. نه نداری مهم نیست، ما وام میگیریم برات، از بانک وام میگیریم.
بعدم میبرن تو بانک و یه لباس ترتمیزم تنتون میکنن، مثل آدم حسابی نشون تو میدن به بانکی ها. و البته با بانکی هم به هر حال اون سیستم های پیشرفته ایرانی رو اینجا پیاده کردن، تهاجم فرنگی کردن، یه جوری حالا اگه سیویل نداشته باشه جای دیگه شو چرک میکنن، سیویل داشته باشه سیویلش رو چرک میکنن و عرض میشه که وامم براتون میگیرن. حالا شما شدید صاحب یک رستوران شعبه، مثلا رستوران خرچنگ پیتزا یا روتیل همبرگر یا سوس کافه که اسمای معروفی هم هستن، چند روزی هم ترینینگتون میدن و شروع میکنید به کار کردن. یه دو هفته ای هم فروشه 20-25 هزار تا هست، از هفته سوم میفته رو 19 و 18 و 15 و 14. و اه چی شد؟ شما غافلید که اون فروشا مال اون 10 هزار تا پمپلیتی بوده که هر هفته پخش میکردن. شما کوه رو دیده بودید ولی کدو رو ندیده بودید و حالا دیگه شما قادر نیستید هفته ای 2-3 هزار دلار پول پخش منیو بدید یا احتمالا تبلیغات رادیویی تلویزیونی میافتید به روغن سوزی. شروع میکنید خود دست پاتون رو جمع کردن، یه کارگر بیرون میکنید، خودتون با نیستید مثلا جاش یه کارگر دیگر رو بیرون میکنید، عیالتون رو میذارید جاش، پسرتون رو میارید، دخترتون رو میارید و این سیر نزولی رو طی میکنه این بیزینس. یه روز میبینید به خاک سیاه نشستید. البته قبلا هم تعلیمتون میدن که شما یه جوری هم گاهی باید یه جوری دولت رو هم یه کاریش بکنید. حالا سربسته بهتون میگیم که این بارسیش میشه، یعنی تکس دولت رو ندید یا کمتر بدید. اینم یادتون میدن که یکی از علل پیشرفت همینه که شما دولت رو هم یه جوری یه کارش بکنید. منتها بعد دولت هم یه موقع به فهم میاد اصل داستان رفتید. بگذاریم یه مدتی، یه سال، دو سال، پنج سال عمرتون رو میذارید، بعد بیرید بگید آقا ما نخواستیم این شعبه خرچنگ پیتزا رو. آقا شما نمیتونید که شما به بانک بدهکاری، تازه یه سال گذشته 10 تا 3 هزار دلار دادی، 30 هزار دلار هنوز سروت بانک هم میدونید که شما وقتی 200 هزار دلار روی جایی وام بگیرید 400 هزار دلار باید دست بدید. حالا هنوز تمام اون پولایی که دادید سود بوده، حالا اصلش سر جاشه. حالا اگر خونه ای خریده باشید خونه به باد میره، اگر زندگی داشته باشید زندگی توقیف میشه. خلاصه میبینید که یک کلا رفته سرتون تا اینجا. بنابراین به خصوص شما تازه واردا، گول بعضی این آگهی ها رو نخورید. یه موقع تو ایران ماشین روسی اومده بود، گفت از آنان که لادا دارند بپرسید لادا چگونه اتومبیلیست. حالا شما هم که از اونایی که تو این چاله رفتن افتادن بپرسید، یه ما به گول نخورید، حواستون جمع باشه که هستی نیستی به باد میدید. شخص ما بیش از 5 تا خونواده رو میشناسیم که تو همین تله ها افتادند، هست و نیست دست دادن، زندگی ها از هم پاشید و اون آقای خرچنگ بزرگ فقط شکمش پیه آورد و صاحب باغ و ملک و املاک شد. ایرانیای عزیز، هموطنان نازنین من، وقتی وارد این خاک میشید یه عادت ایران رو بذارید کنار. با ما رو دوست میگیم، بعد نگید تو فوت بودی مگه. آره ما دلمون میسوزه، دیدیم این سر خودمونم اومده. اگر میخواید معامله ای بکنید، اینجا ایران نیست که پولو بدید دست کسی شاخ سیبیلشو بگیرید. حالا علاقه اونجا منان خرابه بست. اینجا ایران نیست که به پسرخاله اعتماد کنید، به دخترخاله اعتماد کنید. اینجا قانون حاکمه. اگر میخواید معامله ای بکنید، اگر میخواید چیزی بخرید، به سلامتی خونه بخرید، ماشین بخرید، حالا ماشین یه انزه نه رقم های بزرگ، خونه بخرید، بیزنس بخرید، کاسبی برای خودتون بخرید، با وکیل مشورت کنید، با افرادی که تجربه دارن مشورت کنید.
اگر میخواهید یه جایی رو اجاره کنید، اون اجاره نامه رو بدید وکیل براتون تنظیم کنه. بسیاری کسان از همین هموطنان نازنین ما بودن، اومدن تو این مونتریال، رفتن جایی رو اجاره کردن، چند سال زحمت کشیدن، بیزینس دادن، اون بیزینس رو رشد دادن و بعد 5 سال ساب ملک اومده انداخته لوازمشون رو بیرون. ننت کوب بابات کوب، من قرارداد دارم. نه، این قرارداد رو مثلا ریجستر نکردی، باید ریجستر میکردی تا امروز در محاکم بشه ازش دفاع کرد. بنابراین یادتون باشه 100,000 دلار میخواید سرمایه گذاری کنید، 200-300 دلار، 500 دلارش اول نزد وکیل کنید. نمیخوام برای وکیلا شغل درست کنیم ها، وکیلا معمولا گاهی خودشون همشون نه، بعضیشون یه چیزیشون میشه، ولی با آدم وارد، با آدمی که این کار رو وارده، مشورت کنید که بعداً پشیمون نشید. همین امروز در مونتریال یک داستانی مشابه این که براتون میگم در جریانه و عده‌ای از هموطنان شما دارن هست و نیست از دست میدن. حالا اینا گذشت دیگه، اینا اشتباه کردن رفتن و به اینجا رسیدن. مواظب باشید گول خرچنگا رو نخورید، گول این گرگایی که در کمین شما نشستن، گرگ فرانشایز فروش، گرگ ماشین فروش، گرگ یا با من شریک شو یا با کمپانی ما شریک شو. این گرگا دوربر شما هستن که شما را بدرند. بسیار مواظب این داستان باشید، حتما با یکی مشورت کنید و اونم کسی که یا این بلا سرش اومده، راوشا رو بپرسید قبل از اینکه هر چیز رو امضا کنید، بخونید، به دقت بخونید، اون زیر یه چیزای ریز داره که بعدم با اونا پوستتون رو میکنن. به هر حال از ما گفتن، میدونیم که با گفتن این مطلب دشمنانی که داریم تعدادشون بیشتر خواهد شد، به اطلاع اون کسانی هم که طرف این قضیه هستن میرسونیم که ما هیچ آهی در بساط نداریم. یعنی اگر یه زمانی فکر کردید که به خاطر این صحبت ها میتونید برای ما درد سر ایجاد کنید، مطمئن باشید که اگر ما رو سوء کنید تمام زندگی ما 5,000 دلار نمیارزه. از این نظر خبت خودمونم در خدمتیم، هیچ باکی هم از کسی نداریم. اینم بهش توجه کنید. هفته پیش یه اتفاق بسیار ناگوار، بسیار دردناک در ایران افتاده که واقعا ما اعصابمون از این اتفاق داغونه. به قدری این اتفاق فاجعه آمیزه که نهایت نداره، شاید در تاریخ جمهوری شریف اسلامی بی سابقه بوده. و اون چیزی نیست جز این که 2 هفته پیش یه مادر ایرانی قاتل فرزندش رو در پای چوبه اعدام بخشیده و تناب رو اگر رنج برداشت در آورده. ببینین، فوشمش ندین، فوش وضعیت به ما ندین، این که گفتیم دردناک و فاجعه آمیز و اینا، نه نظر ما که هنوز شاید یه ذره ای از شرف و انسانیت یه اپسیلونی در وجودمون باقی مونده باشه، یا شما هموطنان عزیزی که انسانی دلتون میسوزه مخالف جنایت و خیانت و مخالف آدم کشی هستید. نه نه، این واقع فاجعه بار از نظر علمای اعلام و حجج اسلام و به اصطلاح رهبران جمهوری اسلامی، برای اینکه اینا 35 سال زحمت کشیدن این ملت رو از انسانیت خالی کنند. یعنی جنایت و قصاوت و نهادینه کنن تو این مملکت. و این مادر شریف ایرانی و این پدر نازنین ایرانی، این ورزشکار قهرمان در شهر نور دیگه، ببینید، بذارید یه خورده غیر عادی شاشیدن برای این فعالیت های جمهوری اسلامی در این 35 سال. ریشه این قضاوت رو زدن، قصاوت رو زدن و نتیجه این شد. اینجوری نیست که سرماخوردگی سرایت میکنه از افراد دیگران، جنایت ساریه، اگر با جانی بشینی اخلاقشو میگیری. آقا محبت و بخشش و انسانیت هم سرایت میکنه. بعد از اون واقع 2 تا دیگه قرار بود حکم اعدام صادر بشه،
و شد و پای چوبه دار دوباره دو تا پدر و مادر نازنین ایرانی دوباره قاتل رو بخشیدند. یعنی فاجعه است برای جمهوری اسلامی. الان کار به جایی رسیده ملت از اون حالت که نسبت به هم خشم و کینه داشتن خرخره همو میخوان به جوان داره جامعه تلطیف میشه. درود بر این مادرهای ایرانی، درود بر این پدرهای ایرانی. البته اون کار بسیار شنی است که طرف رفته بچه مردم رو کشته، ولی در یه مملکتی که حساب کتابی باشه، قانون حاکم باشه، او باید مطابق جرمی که مرتکب شده مجازات بشه، نه اینکه قوانین حمورابی رو از 5000 سال پیش بیارن اینجا، چشم در مقابل چشم، سر در مقابل سر، نمیدونم انگشت در مقابل انگشت. جامعه متمدن، آقا یارو آدم کشته، این مریضه، میشه با روانپزشک معالجش کرد؟ یا یارو در نروژ بود، کجا بود، 70 نفر رو کشته بود. الان چند وقت پیش اعتراض کرده که چرا زندان من هیچ امکاناتش خیلی کمه، کتاب و تلویزیون و فلان. بسیار این واقع میگم اول ما گفتیم یا ما احتمالا فوشم به ما دادید دهله اول، ولی نه، این فاجعه آمیزه از نظر اون جانیانی که بر اون مملکت حاکمن. تمام رشته هاشون پنبه شد با این اقدام این مادر و پدر شریف ایران. یه دوست بهایی ما داریم حقیقتش، چند روز پیش میگفت که آقا ما بهایی ها شهروند درجه دویم، نمیدونم سنی ها شهروند درجه سه هم. گفتم آقا برو به کارت، مگه ارتشی که با استوار یک، استوار دو، استوار سه، نمیدونم گروبان یک، گروبان دو داشته باشی؟ درجه ای نیست. تو اومد کرد اگه مسلمان شیعه نمیدونم اثناعشری باور به رهبر معظم و اینا باشی شهروندی، مگه نه مرخصی؟ بعدم شماها واقعا چقدر پروی، شما بهایی ها و شما سنی ها، شما ریشه این آقایون رو دارید میزنید، شما بهایی ها که امام زمان رو نفع میکنید، یعنی بیزینس جمکران تعطیل، بعدم آخوند ندارید، نباید داشته باشید. اون بیزینس آقا بیزینس میلیاردیه، توقع دارید با هاتون خیلی خوب رفتار کنن. میگن به پشه گفتن چرا زمستون نمیای، گفت تابستون که میام خیلی رفتار خوبی با هم داریم که زمستون بیام. یا سنی ها، آقا دو تا اصل تشیع رو میبرین شما زیر سوال، که هم خمس حرامه، متعه حرامه. آقا اگه خمس حرام باشه علمای اعلام از کجا بخورن؟ اگه متعه حرام باشه اون آخونده 80 ساله چجوری بره یه دختر 14-15 ساله درگل ورگل رو سیغه کنه؟ شما هم دارید بیزنید زیر میز، همه داستان رو دارید خراب میکنید و شما هم توقع دارید با اتون درست رفتار کنن. همینقدر که همه تون قتل هم نمی کنن، ببین خدا رو شکر کنید دیگه هم از یه حرفا با ما نزنید. شهروند درجه دو، درجه سه، اصلا درجه ای نیست. شما ها حق و حقوقی فکر نمی کنم داشته باشید، یا اینکه قراراش اینه که برین شیعه بشین، اونم از اون نوعی که گفتین اگه میخواین که کارتون درست بشه. چند روز پیش اتفاق جالبی در سوئد افتاده، اون خیلی برای ما جالب بود. یکی از کانالای تلویزیونی سوئد که کارشون هم طنزه، میان یه طنزی درست میکنن راجب اعلیحضرت پادشاه سوئد، راجب زنبارگی اعلی حضرت و دماغ سر بالا بودن اولیا حضرت و عرض میشه یه خلافکاری پرنسسا و پرنساب، و خیلی هم طرفدار پیدا میکنه و مردم سر دست میشکنن این برنامه طنز رو میبینن. و هر از یه مدتی اعلی حضرت یه نامه مینویسه برای این تلویزیون که من از این کار شما بسیار ناراحتم، شما کار بسیار بدی میکنید، به من و خانوادم توهین میکنید و من خیلی از این قضیه ناراحتم. این روی جواب اون کانال تلویزیونی چی بوده؟ خیلی برای ما جالبه باور کنید.
اون نویسنده ها و طرز پردازه های اون کانال برای حالا جواب می نویسن که قربان سوئد همین یک کانال که نداره، که 8 کانال دیگه تلویزیونی داره، چرا شما نمی رو اونا رو ببینیم؟ دموکراسی یعنی چی؟ اعلیحضرت ها، حالا با اعلیحضرت های دیگه مقایسه کنید، در جوامع دیگه ببینید کار به کجا می کشه. از اینم بگذاریم. آقا یه کسی هست به نام آقای دکتر صادق زیبا کلام. این آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه است. حالا نمیدونیم استاد کدوم استاد دانشگاه است. ایشون چند وقت پیش خیلی گرد و خاک کرد و رفته بود تو تلویزیون به رژیم بد گفته بود و شاخشونه کشیده بود و گردن کلفتی کرده بود و در یه جایی هم از رضا شاه یه تعریفی کرد. آقا رضا شاه و محمد رضا شاه و خانم فرح پهلوی و والا حضرت ولی این معقودات و اعوان و انصارشون اینا جرمه در ایران، ولی این آقا شجاعانه اینا رو گفته بود و یه سری هم از علمای اعلام انتقاد کرده بود. آقا این هموطنهای من و شما چه دستی برای یارو میزدن، چه شور حسینی برشون داشته بود. ببین آقا این استاد دانشگاه چقدر قهرمان واقعا، این حرفا رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی تو فداسیما زده. آقا یه مدتی گذشت ایشون یه مصاحبه دیگه، البته اون حرفایی که اونجا تو مصاحبه زده بود عقیدش اون میتونه حرفا رو عقیده داشته باشه، درود بر او. اما همین تو کیلو هفته پس پیش یه مصاحبه دیگه کرده، این خیلی جالبه، گفته که من یک موی محمد ابن عبدالله رو به صد تا کورش و داریوش و خشایار و نمیدونم ایران گذشته ایران و افتخاراتش اینا نمیدم، اینم حقش، درود بر او، اینم اعتقادش، این اعتقادم داره. نه اون هم به محمد ابن عبدالله صلی الله اینا احترام داره، درود بر او. ولی اینجا داستانی که مطرحه این داستان از توبرو و آخور خوردن این مومنه، یعنی یه جا اون حرفا رو میزنه تو قلب مردم، تو اون مردم چه رابطه محبت آمیزی با رژیم شریف جمهوری اسلامی دارن، تو قلب مردم جا پیدا کنه، اینجا احتمالاً به خاطر حقوق و اضافه حقوق و عرض میشه مقام و استادی دانشگاه از این وری اینجوری صحبت میکنه. اینو ما یه مقدار بهش ایراد داریم، یعنی اعتقاد به هرچی داره مربوط به خود رسید بر همیشن گرد. اینی که تز آخر و توبره، یعنی هم از آخر مردم میخوره هم از توبره رژیم، یعنی الان که در ناز و نعمت و احتمال حقوق بالا و زندگی خوب برخورد داره، اگر روزی تقریب توقی بخوره یه اتفاقات بیاده آقا من در تلویزیون در فلان تاریخ راجب رژیم انتقاد کردم، اینم دلیلش، اینش یه خوده ما رو یه جوری حالمونه میگیره که هم توبره هم آخور هر گاره برای خود داره. اینجا هم داریم خیلی ها که همین سیستمه پیشرفته توب رو آخر رو مراعات میکنند. یه دوستی به ما زنگ زده بود و خلاصانی تو کارت باید طنز باشه، گفتیم آره، ولی از این موقع ها چود دیگه صحبت میکنه، گفت اونم دلش بگیش. بعد از اینکه این مطلب براتون بگیم بعد یه مطلب دیگه رو براتون بگیم که شاید جاش بود قبلا میگفتیم، ولی به قول بهوانی شور حسینی ما رو برداشت رفتیم سراغ دلمون نگران هموطنان مونتریالیمونه و همه جا به خصوص اینا که خب نزدیکترن به شهریت. شما که برنامه ما رو اگر حالا دنبال کرده باشید، همون 3-4 نفری که برنامه ما رو دنبال میکنید، میدونید که در ابتدای برنامه این بچه های همکار میهن تیوی برای ما یه تیزر ساخته بودن، تیزر هم قشنگ بود انصافا، ما خوشمون اومد، سعید آقا برای ما فرستادش، میبخشید ما یه خود
شبه شراب بخوریم چایی ها باور کنیم. دیدیم ما خوشمون اومد خوبه، گفتیم ما حرفی نداریم، ما 40 ساله دفتر هرچی گفته. گاهی میگه شام چی میخوری؟ میگیم خانم 40 ساله هر آشکالی دادیم ما خوردیم، مگه صدا موندن هرچی بدیم. گفتیم نه آقا خوبه، فقط یه نکته در این تیزر میبخشیدم هموطنان، قید نشده که برنامه ما طنزه. یه واقع نکنه هموطنان به انتظار بشینن فکر کنن ما حرف حسابی داریم بعد جا بخورن با این مهملاتی که ما میگیم. بهتر بود جا می نوشتید برنامه طنزه. یه دو جلسه گذشت یه روز آقای بهمانی زنگ زد آقا تیزر تو عوض کرد. گفتیم دم شما گرم، بالا میفرستم ببینید. فرستاد، این یکی خیلی عالی. اولا خواستیم از این کسی که این کار رو برای میهن تیوی انجام میده تشکر کنیم به سهم خودمون که این تیزر رو برای برنامه ما ساخته. ولی یکی دو تام راجع به این تیزر جدید حرف داریم. یکی اینکه در این تیزر یه جا می نویسه طنز لعابی از عسل بر تلخی واقعیت، یه همچین چیزی، لعابی از طنز بر تلخی واقعیت. میخوام به این آقای محترم، اسمشون هم آقا وحیده، آقا وحید همکار میهن تیوی بگیم آقا این یادم ما کارمون لعاب عسلی نیست، بسیارم تلخ گاهی، بیشتر از اینکه لعاب عسل داشته باشه لعاب زهرمار داره. یادتونه تو برنامه گذشته با اون داستانی که از اون دو تا خانواده ایرانی تعریف کردیم که یکی بچهش رو قبل از تولد فروخته 5 میلیون تومن و اون یکی هم دو تا بچهش رو زنده بگور کرده، بعدا فهمیدیم که ما به اندازه یه روزه حضرت قاسم از شما هموطنان و بینندگان عزیز عشق گرفتیم. بنابراین زیاد هم همچین لعاب عسلی نداره این یکی. حالا مرسی، شما جمله خیلی جالبی نوشتید. اما یه جمله دیگه ای نوشتم، این جمله در وسط های اون تیزر میاد، برنامه متفاوت با نگاهی متفاوت. خب این جمله یه خود دو پهلوه. اول معنیش اینه که اگه جنبه خوبش رو ببینیم، این برنامه یه چیز دیگه است. همه اونایی که طرز دیدی حالا ولش کن، این متفاوته. اگه این منظورتونه، نه ما هیچ همچین ادعایی نداریم. عوض میخواییم هم بچنم، اگه نه منظورتون اینه که یه دفع طرز پردازن که واقعا ما دوستشون داریم، مثل آقای خورسندی که خب مقامش مشخصه، مثل این دوتا جوونا آقای افشین و اون آقای کامبیس حسینی در برنامه پارازیت و نمیدونم اینها، که اونام کارشون خیلی زیباست انصافا. دیگران هستن در تلویزیون پارس، هستن در تلویزیون‌های دیگه هستن، کارشون خیلی خوبه. ما متفاوت که یعنی از اونا یه چیز دیگه باشه، تافته جدا باخته شده باشه، نیست انصافا. یعنی ما در اون جایگاه ها نیستیم. اما اگه منظورتون از متفاوت اینه که ما میایم اونا میان حرفای حسابی میزنن، ما یه مقدار مزخرف و مهمل میگیم، حالا اینو میشه یه کارش بکنیم، آره اینجوری میشه تعبیرش کنیم، ولی کار ما از یه نفر فقط بهتره. یعنی همه طرز پردازار کارشون خوبه، ما میبینیم لذت میبریم، ولی از یکی کارمون بهتره. اونم نه اینکه کار طنزمون بهتره، یه اپسیلون شرفمون بیشتره، یه خیلی کم، و اونم این سید نابکاره، این سید ناجوان مرد، یعنی اونی که اسم طنز پرداز رو خودش گذاشته، بعد از ایران اومده اینجا، وقتی در ساحل امن قرار گرفته اون چنان پشت پای به اون ملت میزنه که این قلب ما واقعا تکون میخوره. شما حساب بکنید یارو در اون مملکت پرورش یافته، حالا حالا چه ماجرایی با علما داشته، به هر حال اومده در این طرف، حالا امروز وقتی باش مصاحبه میکنن ازش میپرسن راجع به کشتارهای سال 60 تا 67، میگه آقا اونو که ولش کن دیگه، کشش نده.
یعنی این جنایت بزرگ و این یه چیزی در ردیف هولوکاست رو که رژیم 7-8 هزار تا از بیگناه ترین مردم جوانهای مملکت ما رو کشته، میگه ولش کن کشش نده و ما از اون بهتریم. یعنی نه کارش کار ندیم که یه سری هم گاهی میبینیم محمل مینویسه، یعنی از نظر شرافت یه اپسیلون، چون ما معتقدیم طنز پرداز کارش طنزه نه تایید دیکتاتور بی انصاف، نه اینکه کار دیکتاتور جنایت دیکتاتور رو تو بری تایید کنی، این نهایت رزالته، طنز نیست. گفتیم یه دوستی به ما صحبت میکرد، گفتش که خراسانی، گفتیم بله، گفتو همش آیه یأسی این چیزا که میگی همون داستان اون دوتا خانواده رو گفتی دل ما رو ریش کردی، تو باید طنز بگی. گفتم اگه قصد نظرت اینه، یعنی فکر میکنی که ما میشینیم اینجا جوک ترکی و رشتی و لوری میگیم، نه اون کار ما نیست، ما این کار دور شأن انسانیت میدونیم و این کار اینجور مسائل رو بین ما مردم باب کردن که نسبت به هم کینه پیدا کنیم. اگر یه فرض کنیم هموطن شمالی زد یه هموطن لورو کشت، از اون نام یه خورده چاشنی اضافه بشه زودتر حکم قتلشو بگیره، نه اون کار ما نیست، ما کارمون چیز دیگه است. ما یه موقعی هم تلخ هست. بعدم گفت رو همش راجب هموطن ها انتقاد میکنی، حالا از زنت از عیالت که انتقاد میکنی، چی از هموطنات هم بودم، نه نه یه داستانی برات بگیم، یه مثالی بزنیم. گفتیم یه جوونکی میخواست زن بگیره، طبق معمول رسم ما به درمادرش رفتن براش خواستگاری، به سرکم بردن و خب خیلی محجوب و سرپایین و همینجور وقتی خدمت پدرزن و مادرزن عزیز رسید، البته پدرزن مادرزن آیندهش، همچی که نشسته بود تو خودش بود و با دستش اینجوری بازی میکرد، پدرزن ازش پرسید شما کار چی آقا این همینجوری بازی میکرد، نم خونه داری اینجوری میکرد اینجور سرش پایی. یهو پدرزنه آیندهه عصبانی شد، آقا گفت بله، گفت تو کاری غیر این بلد نیستی، گفت چرا از این بریش هم بلدی، انگشتاشو وارونه چرخون، حالا چرا ما هم از این بریشو بلدیم هم از این بریشو، حالا یکی از این بریش براتون، ما یه هموطن داریم که سالهاست اینجا همسایه ماست، هم تو کوچه ما رو تو کوچه بالاتر میشینه. خب به دلیل هموطن بودن وقتی رسیدیم با هم صحبت کردیم، هم سالهای دور شاید 10-15 سال پیش آشنا شدیم، مودتی بینمون پیش اومد، هر از گاهی تو خیابون تو فروشگاه ایرانی جای همدیگر میدیدیم، اما محبت میکرد، بسیار آدم های نازنینی هستن خانوم و آقا و بچه هاشون. معمولا دیگه حالا هر موقع با هم رفت آمد نکنیم که گاهی میکنیم، عید دیگه میریم دیدن هم، عید اونا لطف کردن خودش و همسرش اومدن دیدن ما و رویش هم ما انجام وزیف کردیم و رفتیم بازدیدشون. تو اون جلسه بین ایالات متحده، یعنی ایال ما و ایال اون دوست محترمون، صحبت بود راجع به غذاهای مختلف و خانم ما معمولا قایمای ایرانی غذای خوشمزه همیشه درست میکنن، صحبت کشید به بعضی غذاهای سنتی، غذاهای سنتیمون که در ایران میخوردیم و به خصوص اونایی که با نجسی میخوردیم مثل سیلاپی و کله پاچه و داستانا، و خب یه سری اطلاعات استراتژیک هم بین ایالات رد و بدل شد که بهترین این مواد کدوم فروشگاه داره، از کدوم فروشگاه بخریم خوشمزه تره، از کدوم بخریم بده، و ما هم گفتیم آره ما سفری بازار خیلی دوست داریم. آقا یه گذشت ما اومدیم و چند روزی از این ماجرا گذشت، یه شب ما تو خونهمون نشسته بودیم در میزنم، هر باز کردیم ببینیم همون خانوم دوستمونه و یه ظرف غذا آورد دم در. خب خیلی خوشحال شدیم و تشکر کردیم و گرفتیم، و البته بی سابقه نبود، بارها اختر چیزی پخته بود برای اونا فرستاده بود، یا اونا حالا یا هر با اون نمیدونم شب
جمعه ای چیزی بود، حلوا و شله زرد و اینا آورده بودن، یا غذاهایی برای ما آورده بودن یا ما برده بودیم. تا اینجا خیلی عادی بود، ولی یه چیزی براتون میگم، این واقعا قلب منو شاد کرد. اون خانم در موقع که این غذا رو میده به عیال ما، میگه که من امشب این غذا رو درست کردم و شوهرم یاد مذاکرات اون شب افتاد، به این گفته ببین ورد و نیه ظرف رو برای فلانی، برای خراسانی، چون من از گلوم پایین نمیره تا خراسانی هم که دوست داره نخورده باشه. ما برای این جمله ارزشی نمیتونیم تعیین کنیم. معرفت یه هموطن ایرانی، یه ایرانی که غذایی که تو سفرشه میگه من از گلوم پایین نمیره تا دوستم گلوهشو نخوره. حالا چقدر اون غذا خوشمزه بود، ولی این جمله واقعا نمیگیم روز ما رو ساخت، هفته و ماه ما رو ساخت، سال ما رو ساخت. ارادت من رو نسبت به این خانواده محترم بیشتر کرد. از این ایرانی هم داریم، ما فراغونم داریم. این هفته در ام القرى اسلام بحث یارانه است. والا با این یارانه ما یه مشکلی داریم، ما نمیدونیم یارانه است یا رایانه، هر دوش هست. البته بعدن علی اکبر توضیح داد برای ما، گفت پیر رایانه یعنی کامپیوتر، رایانه آره، ولی یارانه همون چیزیه که این کفار بهش میگن سوبسید. منطور جمهوری اسلامی سوبسید رو خشکه میده، البته راش هم پیدا کرده. بنزینی که علی حضرت همایونی میداد 6 قران، این میده 1000 تومن، و از اون اضافه هاش یه دو تا دونه مثل نمک که رو غذا بپاشی هم به مردم میده که حالا صدای مردم در نهی اونجا خوشحال باشن. البته خود علی اکبر هم حساب کرد، گفت با توجه می که سیب زمینی کیلو 4-5 هزار تومنه، این پول 7-8 کیلو سیب زمینی میشه. البته خب خوبه یه کسی سیب زمینی هم بخواد در ماه بخوره، بلکه بیشتر از این که سیب زمینی نمیخوره بد نیست. ولی یه فکری به ذهن ما رسید، گفتیم که حالا تو ایران اون یارانه رو میدید. البته آقای احمدی نژاد حساب میکرد که اگه این یارانه رو مردم جمع کنن، بعدا باهاش لامبورگینی و کاخ و قصر میتونن بخرن. حالا اونو بگذاریم، ولی فکر کردیم حالا ما چه خارج کشوریم، باز بعضمون بد نیست، بالاخره بعدگی میکنیم، زندگیمون میگذره. تکلیف این کسانی که مثل آقای خاوری تفلک اینجا تو خارج کشور، گفتیم به جمهوری اسلامی بدیم یارانه اینا، یه موقع یادتون نره ها، گفتن مردم برن انصراف بدن اونایی که نیاز نداره. البته ما موافقیم، ما موافقیم اونایی که رایانه دارن یارانه نگیرن، چون کسی که رایانه داره ورزش خوبه پر رایانه نگیره. ولی طور خدا یه موقع یارانه همین آقای موسویان یا اون یارو قاتله که در ماجرای میکنوس بود، یا همین خاوری، یا حضرت آیت الله رفسنجانی، اینا واقعا نیاز دارن. یکی از نمایندگان مجلس هم دیدیم گفت نه ما نیاز نداریم، ما چون میذاریم که مردم دیگه استفاده کنن، یعنی خیلی لطف کرد. این هم خواستیم راجع به اما اخبار. جمشید دانایی فر، اون پنجمین گروگان جیش العدل، سرنوشتش معلوم نشده. اول گفتن جیش العدل ایشون رو قتل رسونده، بعد علمای اعلام و حجاج اسلام و سرزنگان رژیم گفتن نقر زنده است، جاسوس جیش العدل بوده. حالا یه خردنیون میگن زنده است کشته است، زنده است کشته است. ما هم که فساد اخلاق داریم حسابشو کردیم، فهمیدیم داستان چیه. یه زن داره طفلک، یه بچه تازه متولد شده، اینا همه هدفشون اینه که اون چهار قرونی که احیانا به عنوان یه سرباز به این تعلق میگیره اونا ندن. داستان اینه. این علم کردن این داستانه که اون جاسوس اونا بوده، این داستان علم کردن که اون چاغرونه ندن، فقط میتونه این باشه. حالا ما امیدواریم البته کشته نشده باشه، امیدواریم اصلا جاسوس هم بوده باشه، تا این جاسوس کشته نکشتنش دیگه. حالا با برگردیم داستان ریحانه هم که همتون دیگه در جریان هستید که قرار بود دو سه شنبه قبل این بینا همه چیزا اعلامش کنن، منتها نکردن. منتها چیزی که قلب ما رو
درد میاره این برخورد این تلویزیون هاست با این داستان این دختر. حالا به قول اهالی نازنین شمال کشورمون گیلان یه مثال دارن میگن حالا همه چی رو ول کرده بیضه گوسفند رو چسبیده. اینا همه رو ول کردن، چرا این خانوم با اون آقای دکتر رفته نمیدونم صحبت کرده، چرا در رفته تو اتاق خصوصی باهاش، چرا فلان کرده. آره ولی الان این در معرض اعدامه. بهتر نیست این چراها رو بعدن حالا در یه دادگاه صالحی یا جایی، فعلا به فکر این باشه که جانش نجات پیدا کنه. یه خبرم خوندیم که 1.5 میلیارد دیگر پول نفت غیب شد. منتها این خبر دیگه اجازه بدید وقت ارزشمند خودمون و میهن تیوی رو برای این رقم ناچیز تلف نکنیم دیگه، چون رقم های قبلی 3,000 میلیارد تومان یا دلار و یا ریال و از این چیزا، این جلو بچه بزنید قهر میکنه. 1.5 میلیارد غیب شده، حتما احتمالا تو جیب یکی از آقایین علما بوده، یادش رفته اینجوری غیب شده. اینی که زیاد دیگه ما وقت تلف این خبر نمی کنیم. مطلب بعدی ماجرای این اتفاقی که در پنجشنبه گذشته در بند 350 اوین افتاده و ریختن یه مشت از این گردن کلفت های از همه جا بی خبر، نمیگم از خدا، خدا که بازنشسته شده سالها در نظر اینا، در نظر این خدا باورا، منافقین و کفار و ضد انقلابیون گفتن آره اینا ریختن این زندانی های سیاسی رو زدن، خیلی بد جوری هم زدن. بعد آقای لاریجانی یا اون گفتگوسال های دیگه گفتن نه آقا همچین چیزی نبوده، یه اختلافی بوده بین دو تا از این آقایون، برم حل شده. طبق تحقیقاتی که ما کردیم حرف آقایون سررمدار درسته. تحقیقات ما به این نتیجه رسید که یکی از این آقایون داشته میرفته مسترا، یک صابون اونجا افتاده بوده، پاش رفته روی این صابون خورده زمین. اصلا اینا همه شایعات منافقینه که ریختن و زدن و دونستانی که این کارا نمی کنه. اون صابونه خورده زمین رو اون صابون، بعد یکی دیگه اومده اونو بلند کنه، فکر کردن اینا با هم دزیه به یقه شدن، برای اینکه نز خوب در زندان باد مراد چه اومدن این برادران مهربون بازجو و بازپرس و عرض میشه سرباز گمنام اینا رو جدا کردن از هم. حالا احتمال داره تو این جدا کردن مشت این یکی خورده گوشه چشم اون یکی، این فقط میتونه باشه. ما بارها اینجا صحبت کردیم از این که یکی از چیزهایی که ما ایرانی ها رو واقعا نشبه به همون میزنه این عادت زشت دروغ هست بین ما، و این دروغ وقتی از یه آدم متشخص صادر بشه برای جامعه لطماتش بیشتره تا یه آدم پیزوری مثل منم از همه دروغ بگه. یادمونه یه 3-4 سال پیشی یه دفعه داشتیم یکی از این برنامه های تلویزیونی نگاه میکردیم، یکی از پرهیخته ترین این برنامه سازا یه برنامه داشت و مسابقه ای گذاشته بود، سوالای مختلف میکرد و مردم بیافتن جواب میدادن، ما بیکار بودیم تلفن گرفتیم یه سوالش رو جواب دادیم. ما حالا یارمون نیست سوال چی بود، ما حالا فکر کنیم سوال این بود که قابیل بابیل حابیل را بابیل کش یا بامیل. ما هم زنگ زدیم و اول که اتاق فرمان برداشتن و شما کی هستیم و خودم رو معرفی کردیم و گفتیم میخواییم جواب مسابقتون رو بدیم، ما رو بحث کردن و خلاصه به استاد عرض ادب کردیم و گفتیم استاد کان جواب مسابقه رو بدیم، گفت بفرمیم، گفتیم مثلا با بیل کشته و براو آفرین، اول که کردی سریختیم ببین ما چه شنوندگان و بینندگان فرهیخته ای داریم، جواب سوالای به این سختی رو میدونن. خودم مرسی استاد نظر لطفتونه. برای آقا شما برنده یه مثلا جوجه تیغی پلاستیکی شدیم، باشیم خیلی ممنون متشکرم، نمیخوایم زحمت. نه 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 شما شماره تلفن تو بذار ما به شما از اینجا زنگ زنن جوجه تیغی رو خدمتون میفرستیم. ما
ما رو بحث کردن اتاق فرمان و ما هم شماره تلفنمون رو دادیم و گفتیم شما یه هفته ای به انتظار نشستیم دیدیم از چیز چیزی یا تلفن اصلا خبری نشد تلفن نزد. هفته بعد درست همون برنامه دوباره یه جدید بود. رفتیم دوباره رو خط به استاد ما شما هفته پیش برنده شدیم در مسابقه جوجه‌چوبی پلاستیکی. آه بله بله آقا این شماره شماره این اتاق فرمان گم کرده، دوباره بدید ما حتما این هفته به شما زنگ میزنیم این جایزه شما رو میفرستیم. ما هم دوباره شماره دادیم و یه هفته دیگه انتظار کشیدیم و بازم خبری از تلفن نشد. هفته سوم ما که بچه پر بودیم دیگه دوباره زنگ زد، استاد گوشی رو برداشت تا ما خودمون بریم. بله بله آقا ما اون جایزه شما رو فرستادیم براتون. گفتیم که استاد شما تلفن ما رو هم نگرفتید، کسی به ما زنگ نزد، حالا چجوری شما برای ما جایزه ما رو فرستاد؟ آه ببخشید و اینا. خلاصه موضوع برامون شده که ما اون جوجه چیزی رو هم نیاز نداشتیم چون داریم جوجه چیزی زیاد داریم. ولی ها بگم وقتی یک کسی که یک تلویزیونی میشینه و اسم یک پرهیخته برخورد داره این چنان دروغ میده، یه از مای پیزوری چه توقع داری؟ بیایید دست از این عادت، دست از عادت دروغگویی، عادت کلا سر همدیگه گذاشتن، عادت مجیز بیهوده همدیگر رو گفتن. یکی از دوستان زنگ زده بود تو هم مجیز بهبانی رو گفتی. اینم ما رو ما گاهی هم دریوری هم بهش میگیم و کارایش هم انتقاد بکنیم. من که بودم حرفا ما تنزه، من سربزر بهبانی میگم کارایش هم گاهی در بعضی مسائل سیاسی اختلاف داریم. من این هم که گفتیم از سمیم قبل جای دیگه هم میگیم، راجع به دیگران هم اگر که خصوصات انسانی داشته باشن میگیم. برحال فکر میکنیم که وقت ما کم کم در شروع اتمامه. یه مطالب کوتاهم قبل از اون بگم براتون. دفعه پیش ما از دو تا زن غیر ایرانی صحبت کردیم، یه دوستی از ما گله کرد که خودمون نداریم از این خانوما، بارها هم گفتیم به خاطر این دوستمون تکرار میکنیم. درود بر نسیم ستوده، درود بر شیوا نظر آهاری، درود بر نازنین افشینجان، درود بر خانم مینا احدی. این کسانی که حیرت انگیزه، مینا احدی از یه طیف اون طرف با نازنین افشینجان سر قضیه ریحانه با هم دارن کار میکنن برای نجات جان ریحانه. این باید برای ما درس باشه. آی تو که طرفدار نظام پادشاهی و توی که طرفدار گروه چپی، تو که مجاهدی، تو که فدایی هستی، بارتون به منزل نمیرسه تا روزی که مگر یه جوری نمیگم بیاد عقاید هم باور کنید، بیاید به فکر مردم و کشورتون باشید قبل از اینکه به فکر حفظ مواضع فکری خودتون فقط باشید. برها درود در این بانوان، دوباره درود بر مینا احدی، نسیم ستوده، شیوا نظر آهاری، نازنین افشینجان. و من امیدوارم اون یارو نوبلیه رو که میشناسیم که ما خیلی بهش ارادت معکوس داریم از اینا درس بگیره. از شما بار کارهای شیوا نظر آهاری رو برید ببینید کجا رفته. رفته تو نمیدونم این ساقه ها، عکس ازش دیدیم داشت زنبه میکشید برای این بچه های بی سرپناه خونه درست کنه. یک بار دیگه از دوست بسیار گرامیمون آقای بهبانی تشکر میکنیم که این فرصت رو برای ما فراهم کرده، به ما مجالی داده که با هموطنامون درد دل کنیم، ازش ممنونیم. دیگه هم بهتون نمیگیم، یعنی ما با این همه پر رویمون که در خودمون سراغ داریم از رو رفتیم، دیگه هم اصلا نمیگیم که همیاری با تلویزیونی هم بکنید، چون که تأثیری نداشته. یعنی پنج جلسه سلام، هر پنج جلسه گفتیم طریق از یه دونه ده دلاری که کسی برای میان تیوی بفرسته و بگه اینو برای این خاطر برنامه این پیر مرده دادیم، نه اصلا این نیست. ببینید
و اگر دوست داشتید دوست داشته باشید، دوست نداشتید در حال تحمل کنید. برای همه تون آرزوی سعادت داریم، آرزوی خوشبختی داریم، دوباره تأکید میکنیم آرزوی آزادی میهنمون رو داریم. امیدواریم فرصت مجالی باشه، نفسی باشه، باز هفته آینده هم در خدمتتون باشیم. شاد و آزاد و سربلند باشید. پاینده ایران، ما امید دیدار.